هر اون جایی که باشه حرف ایرون، هر اون جایی که باشه حرف ایرون، کلاسیک باشه یا لفظ خیابون، اگر خواهی بدونی قصد رندون، بیا بشین زمانی پای قندون، پای قندون. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. به نام خداوند مهربانی که بر هر دلی داغ خیش بنهاد، خرمن اندیشه و جانش را به باد نیستی بداد و چشمانش را به حیرت و وجد بگشاد. خداوندگاری که جمله آتش‌های نیاز در کنار محبت او سرد است و تمامی نعمت‌های جهان بی مهر و لطف او درد است و بهار بی وجود فانیان بی اذن او خزان میراه و زرد است. به نام آن خالق عشقی که مخلصان جهان و سوختگان عرفان به محبت او مینازند و عاشقان دل سوخته و سوختگان لب دوخته به سوی او میتازند، و آن خداوندگار نوازشگر و سازشکار که کار خلق خیش بسازد آنجا که هیچ کس کار ایشان نسازد و مجروحان ستم را بنوازد آنجا که هیچ کس آنان را ننوازد. و به نام آن زیبای زیبا آفرین که محبت و مهرش گلستان این جهان باشد و مهنت و دوریش خار آن باشد و هر دل که در کنار او باشد به یقین گرفتار او باشد. درود بر شما فرهیخته تماشا پیشگان گرامی که به جد و تام حامی برنامه قندون بوده اید و پایدار و پاینده به پای این برنامه موندین. یقین بدونین که قدر این نگاه درست و مهربان و منتقد و دانش آموخته شما عزیزان رو میدونیم و تلاش میکنیم که هرگز به تکرار و فرسایندگی نیفتیم و هر روز به قدر وسع خودمون کمی بیشتر از قبل باشیم. به قول عالی جناب ابوسعید ابوالخیر که فرمود هر کس از آن جایی که هست یک گام به جلو بردارد. باورمان کنید که تمام تلاشمون همین بوده و هست که به پشت سر نگاه نکنیم مگر برای جزم توان در رسیدن به آینده و زیبا ساختن حال زیستن. این بار با دو حکایت از رساله موران تعریف شیخ شهید عالی جناب شهاب الدین سهروردی به پیشگاه عزیز و عظیمتون اومدیم و امیدمون اینه که این هدیه گرانبها رو از ما پذیرا باشید. لغت موران که به درخواست یکی از مریدان جناب سهروردی نوشته شده، در بردارنده 10 داستان کوتاه به زبان فارسی و حاوی اشارات و رموزات عرفانی، اشراقی، حکمی و فلسفی است. البته که این داستان‌ها جزء قصه‌های رمزی نیستند و اصطلاحاً از زمره داستان‌های تمثیلی محسوب می‌شوند و در انتهای هر داستان هم خود استاد آیات و ابیاتی را برای توضیح و تشریح و تفهیم بهتر موضوعات اضافه می‌کنند. این کتاب کوتاه و فلسفی با توجه به اینکه در قالب قصه و داستان روایت شده است می‌تواند برای علاقمندان خود آموزنده و راهگشا باشد. و اما حکایت. وقتی هدهد به میان بومان افتاد، هدهد رو که میشناسید پرنده آگاه و رسول مدبر جناب سلیمان بوده. میگه بر اثر اتفاقی میونه یه سری جغد سر در میاره. جغد هم پرنده‌ای که در تمثیل ویرانه نشینه و شب پیماست و از نور و روشنایی آگاهی دوری گزینه. وقتی هدهد به میان بومان افتاد و بر سبیل رهگذر به نشیمن ایشان نزول کرد، و هدهد به غایت حدت بصر مشهور است، میگه به تیزبینی معروفه، و بومان روزکور باشند، آن شب هدهد با ایشان بساخت و ایشان هر گونه احوال از وی استخبار میکردند. اون شب پیش اینا میمونه و اینا شروع میکنه ازش پرسجو کردن. خب چه خبر؟ دیگه چه خبر؟ بامداد هدهد رخت بربست و عزم رحیل کرد. صبح که میشه جناب هدهد کیف و چمدون رو میبنده، میخواد راه بیفته بره پی کار زندگیش. بومان گفتند بله، میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ اونم صبح به این زودی، رو تو روشنایی، اونم وقتی آفتاب هست. این دیگه چه بدعتی که تو آورده ای؟ چشممون روشن. روز میخوای بری بیرون؟ هدهد گفت یعنی چی؟
این عجب قصه ایست، اینجا حرفیه، همه ی حرکات به روز واقع شود. آقا زندگی تو روز در جریانه. دیوونه شدی؟ چی چی رو به روز واقع شود؟ در روز ظلمانی که آفتاب در ظلمت برآید، کسی چیزی چون بیند؟ روز تاریک که چیزی دیده نمیشه، ادارجات و مغازه ها و همه تعطیل، پاساژ ها و گاراژ ها همه، وقت تو میخوای بری بیرون اونم تو تاریکی، حتما یه کاسه زیر نیم کاسه داری. حتما میخوای بری دنبال کار خلاف، حتما زیر سرت بلند شده. آره میدونم. شما چرا همه چیزو برعکس میکنین؟ شما را همه انوار این جهان طفیل نور خورشیدند. چرا مزخرف میگید شما؟ همه روشنان اکتساب از نور و اقتصاب زو خود از او کنن. آقا میگه همه چیز از نور و روشنایش را از خورشید میگیره. چی داری میگه؟ از چی میگیره؟ تو طرفدار خورشیدی؟ تو با دشمن ما دست به یکی کردی، تو خودتو به بیگانه فروختی، تو میخوای به ما خیانت کنی. آقا چه خیانتی؟ کدوم دشمن بیگانه؟ بابا مگه نشنیدید میگن عین الشمس؟ مگه نشنیدید که حیات و زندگی از خورشیده؟ اینک چراغ معجزه مردم، تشخیص نیمه شب را از فجر در چشمهای کوردلیتان، سوی به جای اگر مانده است آنقدر، تا از کیسه‌تان نرفته تماشا کنید خوب در آسمان شب پرواز آفتاب را. میگه آقا اگر یک کورسوی هم حتی چشتون میبینه، آقا نگاه کنید دیگه، طلوع فجر رو نگاه کن، خورشید داره تو آسمان پرواز، نور خورشید داره تو آسمان پرواز میکنه. آفتاب، تو واقعا سحر شدی، تو رو جادو کردن، طلسم شدی. ای کاش میتونستید از آفتاب یاد بگیرید. بی دریغ باشید، درهای رو به روی شادی ها باز کنید، حتی با نون خشکتون، و کارتهایتان را جز از برای قسمت کردن بیرون نیاورید. ایشان او را التزام کردند که چرا به روز کسی هیچ نبیند. شروع میکنه بگو دب چرا، شروع سوال کرده. بله اگه راست میگی جواب این سوال رو بده ها. چرا هیچ کدوم از ما توی روز جایی رو نمیبینه؟ پدرانمون هم نمیدیدن، پدرانمون هم توی روز چیزی نمیدیدن. ما به آیین پدرانمون زندگی میکنیم. آقا شما چرا همه چیزو با خودتون مقایسه میکنی؟ آقا بابا همه را در طریق قیاس به ذات خود الحاق مکنید، که کس به روز بیند و اینش من میبینم. آقا همه را مثل خودتون نبینید، آقا خیلی تو روز میبینن، یکیش من. آه میبینی؟ آقا این داره میبینه ها، من در عالم شهودم، در عیانم، تو دیده فرو بندی و گویی روز روشن کوک زند خورشید بر چشمت، که اینک من، تو در بکشای. میگه آقا جون یه ذره دقت کنی، اصلا نور خورشید داره میزنه پشت پلکتو. میگه این باز کن اینو، منو میبینی؟ چرا اینقدر داری مقاومت میکنی در مقابل روشنایی و دانایی و بینایی؟ اصلا دیده امکان نداره. چی میگی تو؟ دلیل چی آخه واسه این حرفا؟ میگه روز چون شب شود زلف گشا که همچنین، صبح سفید چون شود خنده نما که همچنین، هر که بگوید که شب صبح امید چون شود، زلف ز روی همچون مه دور نما که همچنین، هر که بپرسدد که چون مه طلوع می کند، جام صبوح خورده از خانه برا که همچنین. بله اینک که من میبینم حوج مرتفع گشته است، سطوح شارق، منظور یعنی از شرق و طلوع کردن رو میگه، بی اعتبار یعنی بی دست بردن، دست به دست کردن، ریبی یعنی تردیدی بر سبیل کشف ادراک میکنم. میگه من بی اون که بترسم و تردید کنم، طلوع نور رو میتونم درک کنم. بومان چون این حدیث بشنیدند، حالی فریادی برآوردند و هشتی کردند و یکدیگر را گفتند این مرغ در روز که مزنه امیست دم از بینایی میزند،
حالی به منقار و مخلب دست در چشم هدهد فرو می داشتند و دشنام می دادند. جغت ها می گه اصرار هدهد رو به روشنای روز می بینند و تابش خورشید عصبانی می شن، شروع می کنند به نک زدن به چشمای اون و کلی هم فوشا و دریوری های مثبت 18 استارش می کنند که چون بوق نداریم کلن از تکرار اونا منصرف می شیم. بله، بومان می گفتند که ای روز بین، فوششون بودا، ای روز بین. زیرا که روزکوری نزد ایشان هنر بود و گفتند اگر باز نگردی بیم قحط میرسد. میگه ای روزبین، چون خودشون در واقع شبینن دیگه، روزکور هستن و این هنرشون بوده، میگه اگر دست از این حرفت بر نداری خونت مباهه. هدهد که میبینه اوضاع قاراش میشه و هر لحظه ممکنه چشماش رو از کاسه درانان و کورش کنن و چه بسا زیر دست و پای این پرنده های کور و جاهل جونش رو از دست بده، یا یاد این مطلب میافته، میگه که کلم و ناسه علا قدر عقولهم، با مردم به اندازه درک و فهمشون باید حرف بزنی. اگه خودمو به کوری نزنم و روز و خورشید رو انکار نکنم، بعید نیست که منو بکشن، چشما رو در بیارن. بله، پس حالی چشم بر هم نهاد و گفت اینک من نیز به درجه شما رسیدم و کور گشتم، یا من هم مثل شما شدم، من هم دیگه چی نمیبینم. بومان چون حال بدین نمت دیدند، از ضرب و ایلام ممتنع گشتند. هدهد بدانست که در میان بومان قضیه افشاء سر ربوبیت کفر است و افشاء سر قدر معصیت و اعلان سر کفر مترد است. تا وقت رحلت به هزار مهنت کوری مزور میکرد. برای همین تصمیم گرفت که تا وقتی که میبینی آقا اینا که هرچی میگه حالشون نیست، تصمیم میگیره تا وقتی که پیش جغت هست و بتونه اونجا فرار کنه خودش رو به کوری بزنه. بله، شاعر گرانمایه در همین مایه فرموده است که گرچه میدانم که خورشید جهان روشنگر است، لی کورم تا به دستان تو چوب و خنجر است. مرگ را دانم ولیکن جان به جاهل چون دهم، فرق بسیاری میان اسب تازی با خر است. بله، و این چنین شد که هدهد تونست جون سالم از دست جغت‌ها به در ببره. و حالا یه حکایت کوتاه دیگه از همین رساله و همین مؤلف بزرگوار رو موعظ براتون میگم. میفرماید که ابلهی چراغی در پیش آفتاب داشت، چراغش رو میگیره جلوی نور آفتاب، گفت ننه ننه من کشف کردم، ننه یه کشفول کشوف خیلی خیلی گنده ننه. په چی شده باد بچه نابقه من؟ ننه کشف کردم. خب بگو ننه چی کشف کردی تا هنوز دیر نشده برم اداره جات ثبوتات کشفیات تا به اسم خودت ثبت ناماتش کنم ننه؟ ننه ببین وقتی چراغو میبرم جلوی خورشید میگیرم نورش غیب میشه ننه، آتیش غیب میشه، میبینی؟ اگر از خانه به در برند خواسته به نزدیک آفتاب هیچ نماند. یا آقا جون شما وقتی یه منبع نوری کوچیکی داری، وقتی این رو میبری در جایی که منبع نوری بزرگی مثل خورشید هست اونجا و اون حجم نور زیاد باعث میشه که نور کم رو شما نمیتونی ببینی. آفرین ننه، تو هم مثل اون بابای نابغت نابغت کار در اومدی، ماشالله ننه. بابات هم کشف کرده بود که قند شیرینه، آب تره، آتیش داغ، ننه جون ماشالله بچم ماشالله. اگر چراغ از خانه برون برند خاصه به نزد آفتاب هیچ نماند، نه آن که زوء چراغ معدوم گردد، ولیکن چشم چون چیزی عظیم را ببیند کوچک را حقیر در مقابله آن بیند. کسی که از آفتاب در خانه رود اگر چه روشن باشد هیچ نتواند دید، کل من علیها فان و یبقی وجه و رب که از ذوالجلال و الاکرام. بله، همونجوری که قبلا بهتون گفتم، میگه اگر یه منبع نوری کوچیک رو ببرید جایی که منبع نوری بزرگی مثل خورشید وجود داره دیگه نور کم رو نمیبینید، برعکس اونم اتفاق میفته. میگه اگر شما از جایی که خورشید و نور زیاد است دیدین، وقتی میایین توی مکان تاریک یا توی وارد جایی میشید که نور کمی داره، ولی تا چند ثانیه چشماتون هنوز داره سیاهی میبینه و در واقع میگین اتفاق دو طرفه است.
اجازه بدین این قسمت از قندون رو با حکایت شیرینی از مثنوی حضرت مولانا به آخر برسونیم که بسیار مفید و کفایت است. می‌فرماید که عیسی مریم به کوهی می‌گریخت، شیر گویی خون او می‌خواست ریخت. آن یکی در پی دوید و گفت خیر، در پیت کس نیست چه گریزی چو تیر. یک دو میدان در پی عیسی براند، پس به جد جد عیسی را بخواند. کس پی مرزات حق یک لحظه بیست، که مرا اندر گریزت مشکلی است. از کی این سو می‌گریزی ای کریم، نه پیت شیر و نه خصم و خوف و بیم. میگه یه بنده خدای می‌بینه که حضرت عیسی داره فرار می‌کنه تو بیابون، دنبالش میدوم آقا این کار شیر میخواد بهش حمله کنه، چرا با این سرعت داره در میره؟ میدوم میگه آقا یه وایس من نفسم بند میاد، وایس یه سوالی ازت دارم، وایس ببینم که چی شده، از چی میترسه که اینجوری داری فرار میکنی؟ گفت از احمق گریزانم، برو میرهانم خیش را، بندم مشو. میگه از احمق فراری میکنم، بی خیال ماشو، ولمون کن برو. گفت آخر آن مسیحا نتوی، که شود کور و کر است و مستوی. گفت آری. گفت پس ای روح پاک، هر چه خواهی میکنی از کیست باک؟ گفت عیسی که به ذات پاک حق، مبدع تن خالق جان در سبق. کان فسون و اسم اعظم را که من، بر کر و بر کور خواندم شد حسن. بر تن مرده بخواندم گشت حی، بر سر لاشی بخواندم گشت شی. خواندم آن را بر دل احمق به ود، صد هزاران بار و درمانی نشد. میگه آقا من، میگه تو که قدرت خدایی داری، این همه به قدرت داده خداوند و تو مرده زنده میکردی، کور بینا میکردی، چه داستانی داری تو؟ میگه بابا من همون قدرت خداوندی که به من داده بودم این کارا رو میکردم، با همون قدرت برای آدم احمق حرف زدم و نمیدونم هزار تا سند و مدرک آوردم، هیچ اتفاقی نیفتاد که نیفتاد که نیفتاد. گفت رنج احمقی قهر خداست، رنج و کوری نیست قهر، آن ابتلاست. یا آقا احمقی این قهر خداونده که آدم احمق میشه، کوری قهر نیست، درد و رنج ابتلا، یه بیماری که بهش مبتلا میشه. ابتلا رنجیست کان رحم آورد، احمقی رنجیست کان زخم آورد. زحمقان بگریز چون عیسی گریخت، صحبت احمق بسی خونها که ریخت. میگه آقا آدم نادان هزار جور درد سر درست میکنه، حتی قتل و خونریزی این داستان ها ممکنه به وجود بیاره. اندک اندک آب را دزدد هوا، دین چنین دزدد هم احمق از شما. دیدین که در واقع وقتی آب جایی هست تبخیر میشه، این رو در واقع اینجوری تشبیه کرده که میگه هوا اندک اندک این آب رو میدزده و میبره سمت خودش. میگه همونجور هم یه آدم احمق میتونه اعتقاد، دین، عقل و هر چی تو داری رو از تو بگیره. باز هم این منزل به صبر و لطف شما و رحمت پروردگار به آخر رسید. امید که خداوندگار زندگانی و مردگانی ما را در هر دو جهان از حماقت جمیع احمقان مسون بدارد. تا رخصتی دیگر و فرصتی بهتر، شب و روزتون خوش و روزگارتون خوشتر. بدرود تا دیدار زود.